أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. خدمت بزرگان، جوانان و نوجوانان عزیز، شنونده ها و بیننده های رادیو تلویزیون سعادت و صفحه فیسبوک، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله متعال را سپاسگزار هستیم و تشکر میکنیم که توفیق عنایت فرمود که در 104مین برنامه منبر بیداری گرد هم باشیم. موضوعی که امروز میخواهیم رویش بحث صورت بگیره، در مورد اسباب انحراف جوانها هست. اگر به یادتان باشه، یک برنامه دیگه هم در مورد جوانها صحبت کرده بودیم. شاید یک سوال در ذهن ایجاد شود که چرا همیشه جوانها؟ چون جوانها بلک بون یا ستون فقرات جامعه اسلامی را تشکیل می‌دهد.
چرا که جوان ها از جمله سرمایه های یک ملت و یک کشور و یک جامعه و یک امت شناخته می شه. چرا که جوانی و جوان بودن میانه سن هست، زمان رشد هست، زمان ترقی هست، زمان پیشرفت هست، زمان انگیزه گرفتن و انگیزه دادن هست. چرا که اگر جوان منحرف شود و جامعه جوانهایش منحرف شود و جامعه خیر را در خود نمی بینه، اگر جوان منحرف شود امتها منحرف می شه، اگر جوان بشکنه امتها می شکنه، اگر جوان به سقوط مواجه شوه ملت ها به سقوط مواجه میشه، اگر جوان ضعیف شوه امت ها ضعیف میشه. در کشورهای اسلامی یک سروی صورت گرفته که الحمدلله یک سروی خیلی خوب هست که 70% از کشورهای اسلامی بخش جوانها بیشتر دارن. همین جلسه را اگر شما متوجه باشین بیشتر جوانها هست. کسایی که سنشان بلندتر هست اونها آزرده خاطر نشد. یوسف قرضاوی برای جوان یک تعریف داره، زیر او تعریف یوسف قرضاوی داخل هستند. هر کسی که اهل فکر باشه، اهل انگیزه باشه، اهل کار باشه، اهل عمل باشه، اهل دعوت باشه، اهل خدمت باشه، اگرچه سنش 70 هم باشه او جوان هست. ولی اگر کسی اهل کار نباشه، اگرچه سنش 25 و 30 هم باشه جوان نیست. ولی متاسفانه امروز ما که جامعه را مطالعه میکنیم، بلخص جامعه اسلامی را، اکثریت جوانها رو به غرق شدن هستند. عده در خواهشات نفسانی و برخی هم در تقلید کرکرانه از غرب و از کفر و الحاد، و گروهی هم غرق در فساد اخلاقی، عده هم غرق در فساد اداری و عده هم غرق در بیسوادی انترنتی و عده هم غرق در مواد مخدر و تابلتکه و غیره و غیره و عده هم در حال غرق شدن در قمار و افعال بیهوده دیگه. به این خاطر ما در مورد جوان صحبت میکنیم، چرا که جوان در اسلام هم خیلی مورد اهمیت قرار گرفته. انهم فتیتون آمنوا بربهم وزدناهم هدا. اصحاب کف هم جوانای بوده. شما اگر داستانهای انبیا را مطالعه کردین و مطالعه بکنین، اکثریت کسایی که حامی پیامبرای خود بودن جوانها بوده. اکثریت حامیای پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم جوانها بوده. چون جوان در نزد اسلام، در نزد پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم خیلی حائز اهمیت هست. حتی در حدیث پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میفرماید که 7 گروه از مردم در روز محشر در زیر سایه عرش پروردگار قرار دارد. در بین 7 گروه یک کلمه خیلی زیبا ذکر میشه، شاب نشأ فی عبادت الله. جوانی که در عبادت خدا نمو کرده باشه، در عبادت خدا بزرگ شده باشه، در عبادت خدا به اصطلاح ما و شما کلان شده باشه. شاب نشأ فی عبادت الله، این جوان در روز قیامت در صحرای محشر
در زیر سایه عرش پروردگار قرار داره که در او روز جز او سایه دیگه سایه وجود نداره. الیوم اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی. در او روز انها را من در زیر سایه عرش خود یا در زیر سایه بلاکه خود قرار میدم که در او روز دیگه سایه وجود نداره. در ابتدا گفتم که جوان ستون فقرات یک جامعه را تشکیل میده. ستون فقرات اگر بشکنه کسی قیام نمیتونه، کسی برخواسته نمیتونه، کسی حرکت نمیتونه. پس مبادا جوان بشکنه. حالا شاید در ذهن یک سوال خطور کنه که چرا میشکنه؟ چرا جوان منحرف میشه؟ چرا جوان گمراه میشه؟ ما که در مورد جوان گمراه صحبت میکنیم، جوانهای خوب، جوانهای متعهد، جوانهای مخلص، جوانهای با تقوا، جوانهای متدین، جوانهای پرکار، جوانهای پربار، جوانهای خوش اخلاق، جوانهای با برنامه، جوانهای همدرد، جوانهای همفکر، اونها مستثنا هستند. اسباب انحراف جوانها چیه؟ چرا منحرف میشه؟ من یک خواهش دارم جوانها که دقیق متوجه باشن. اگر این اسباب در ما وجود داشته باشه ریشکنش بکنن، در نطفه خفهش بکنن که نمو نکنه، رشد نکنه، ترقی نکنه، که سقوط تو با سقوط ملت ها هست. اگر تو سقوط کرده خانواده ها سقوط میکنه. هر نظامی که سقوط کرده و هر دعوتی که به سقوط مواجه شده سرمنشه از جوان بوده و هر جامعه‌ای که رشد کرده جوانهای رشید در اوجه بوده. اسباب انحراف جوانها چی است؟ اول قوی ترینش ضعف ایمان. ایمان قوی ترین نیرو هست، ایمان قوی ترین انرژی هست. شما با قوتتان در اینجا نامدین، با قوت فیزیکی ذاتی که خودتان دارن در اینجا نامدین، ایمانتان در اینجا تاوردین. ورنه شاید خیلی یا عده‌ای از او کسایی که از دید ظاهر خود بادی بلدر و خیلی قوی باشن، اما توفیق پروردگار و ایمان قوی که نباشه باز نمیشه، آمده نمیشه، مسجد رفته نمیشه، کار نمیشه، عمل نمیشه. ایمان حیثیت یک انرژی قوی در درون انسان را داره، یک قوت درونی که بیشتر از قدرت، یعنی او قدرت بالاتر انسان دیگه قدرتی نداشته باشه، حیثیت او چیز را داره در بدن انسان. ما که برای نماز صبح بلند میشیم، این دستای ما یک کمپل و لحاف را بلند نمیکنه، ایمان بلند میکنه. ورنه در باشگاه و در ورزشگاه یا در کلب به ساده اصطلاح ما و شما، و چیزایی که ما بلند میکنیم و قوت فیزیکی ظاهری ما هست، خیلی چیزهای قوی رو شاید بلند کنیم، سنگین رو بلند کنیم، اما گاهی اوقات میشه که ایمان ضعیف میشه، کمپل 5 کیلویی هم بلند نمیشه، 4 کیلویی هم بلند نمیشه، 3 کیلویی هم بلند نمیشه، ایمان ضعیف است. ایمان به تجدید کار داره، تجدید کار داره، قوت کار داره، تازه شدن کار داره. پیامبر ما صلی الله علیه و سلم میفرماید قسمی که لباس کهنه میشه، همین قسم ایمان هم کهنه میشه. جدید و ایمانکم به قول لا اله الا الله، ایمانتان با گفتن لا اله الا الله قوی بسازن، با تلاوت قرآن قوی بسازن، با اشتراک در چنین مجالس قوی بسازن. این ایمان هست که چشم ما، ایمان از ضعف ایمان میشه که چشم کنترل نمیشه. ای از ضعف ایمان هست که با یک لایک جنس مخالف سقوط میکنه. ای از ضعف ایمان هست که نمیتونیم به نماز صبح گاهی اوقات بلند شویم، از ضعف ایمان هست. ای از ضعف ایمان هست که خود را کم احساس میکنیم. ای از ضعف ایمان هست که از خدا نمیترسیم. ای از ضعف ایمان هست که اعتماد به نفس نداریم. ای از ضعف ایمان هست که کار نمی کنه.
ای از ضعف ایمان هست که برنامه ریزی نداریم. ای از ضعف ایمان هست که دقیق و عمیق فکر نمی کنیم. ای از ضعف ایمان هست که برای آینده خانواده خود و امت خود یک برنامه نداریم. از ضعف ایمان هست. ای از ضعف ایمان هست که فیسبوک و تویتر و اینستاگرام و تلگرام رو چک کرده میتونیم و یک صفحه قرآن رو تلاوت کرده نمیتونیم. ای از ضعف ایمان هست که تا ورزش 2 ساعت راه پیموده میتونیم ولی تا مسجد 10 قدم راه پیموده نمیتونیم. از ضعف ایمان هست. خود را فریب نده. بهانه های گوناگون را نیارم پیش خود که من مسجد نتونستم رفته به خاطری که دکان بیروبار بود. ضعف ایمان هست. واضح بگمت. ضعف ایمان هست که به می اندازه تو رو قوت نمی بخشه که یک دفعه در 5 دقیقه 10 دقیقه دکانت رو بند کنی به این مسجد. نمیتونی. از ضعف ایمان هست. یکی از اسباب انحراف جوانان همی ضعف ایمان هست. ای از ضعف ایمان هست که با آرایش های پلاستیکی فریب میخورن. ای از ضعف ایمان هست که با دوست دارم های فریب گونه و خائنانه و عزیز شدن خائنانه ما فریب میخوریم. این از ضعف ایمان هست. این از ضعف ایمان هست که با یک آرایش چند قلمه فریب میخوره. این از ضعف ایمان هست که قمار میزنه. این از ضعف ایمان هست که از هیروئین و مواد مخدر و سایر سایرش استفاده میکنه. همیشه ضعف ایمان هست. دیگه چیزی نیست. خدا رو مد نظر نمیگیریم. ای از ضعف ایمان هست که وقتی 100 دلار را میبینیم سقوط میکنه. ای از ضعف ایمان هست که به طرف پدر و مادر با دید مهربانی دیده نمیدونه. ای از ضعف ایمان هست که بالای خانم خود در خانه دست بلند میکنه. دیگه جایی نمانده باشه. و تمامش را ضعف ایمان، سرمنشیش ضعف ایمان بود. ایده که در خلوت ها از خدا نمی ترسیم از ضعف ایمان هست. ایده که در زیر کمپل در اینترنت از ما چیزهای مزخرف جستجو می شه از ضعف ایمان هست. اتق الله حیث ما کنت. از خدا بترس در هر جایی که هست. از خدا می ترسیم به شرطی که ایمان قوی باشه. از خدا می ترسیم به شرطی از این که ایمان تجدید شوه. خیلی از خدا میترس در اون صورت. جوانهای نمونه بودند که از ایمانشان توصیف میشه. اینهم فتیتون آمنو. از ایمانش توصیف میشه. اینهم فتیتون آمنو. چون اولین ویژگی خوبی یک جوان ایمانش هست. آن به اندازه ایمان جوانهای اصحاب کهف قوی شد که گفت ما ذلت را، ما خاری را، ما سقوط را، ما انحطاط را در زیر امپراتوری یک مستبد قبول نداریم که بیدار باشیم. ازی کرده که ما در یک غار با عزت خواب باشیم بهتر. و چه خواب مبارکه که از بیداری کرده زیباتر باشه، مبارکتر باشه، ارزشمندتر باشه. و هم جوانا بود. ارزش ایمان را ما روز قیامت میفهمیم. حالا اگر نفهمیم روز قیامت میفهمیمش. و کسایی که ایمان ندارن در روز قیامت در صحرای محشر که با اونها محاسبه صورت میگیره، اونها میخوان. شما در قرآن در ترجمه بارها شنیدین که میخوان که دنیا را فدیه بده، که دنیا یک دفعه پس به دنیا را فدیه بده و چند برابر دنیا را فدیه بده که الله متعال از آتش جهنم نجات بده. غیر صورت نه نه به هیچ عنوان نمیتونه نجات بیافه. اما او کسی که یک دفعه گفته که لا اله الا الله او نجات میابه. میبینیم که خیلی ارزشمند است. یک لا اله الا الله یا به اندازه ذره در حدیث آمده، به اندازه ذره یا به حد یک ذره کس ایمان داشته باشه در نهایت از آتش جهنم نجات میابه. ولی او کسی که دنیا داره، ثروت داره، قدرت داره، صاحب نفوذ و نفوس او است و شخصیت اجتماعی در دنیا داشته و از اشراف بوده، اگر ایمان نداشته باشه به اندازه یک بال پشه هم ارزشمند نیست. منشأ اکثریت گناه ها ضعف ایمان است. ایمان قوی بسازیم
وزده موبایل چیزهای مزخرف دیده نمیتونیم. ایمان را قوی بسازیم، باز ویدیوهای مبتذل از ما دیده نمیشه. فقط ایمان را قوی بسازیم. با تلاوت قرآن قوی میشه ایمان. با اشتراک در این مجالس، در هر جایی که باشه قوی میشه ایمان. گشت و گذار با انسانهای با ایمان و قوی، ایمان ما قوی میشه. با ذکر پروردگار استغفار گفتن ایمان قوی میشه. با مطالعه کتابهای مفید ایمان قوی میشه. بین از ضعف ایمان خود را نجات بده. اولین سبب انحراف یک جوان ضعف ایمان است. دومین سببش ای که ما دومین سیومین میگم، هم شمارواره هست و هم مهم بودن را نشان میده. اولش ضعف ایمان، دوم غفلت والدین. در ایام طفولیت از طفل خود مراقبت جدی نمیکنه. کرونا را برش خیلی جدی میگیره اما ایمانش را جدی نمیگیره. ضعف ایمانش را جدی نمیگیره. متوجه لباسش هست که زمستان نزدیک هست یخش نگیره. ایمانش را یخ نگیره. گاهی اوقات غفلت والدین، یکی میگم ایمانش را یخ نگیره، شما دقیق باشین که من چی میگم. یعنی ایمانش متزلزل نشوه، ایمانش سرد نشوه. گاهی اوقات غفلت والدین باعث میشه که یک جوان منحرف میشه. آیت قرآن کریم ما داریم در سوره نساء هست. یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. در مورد تقسیم میراث فرزندها الله متعال ما را توصیه میکنه، حکم میکنه. وقتی که در مورد مال و مال فرزندای ما الله متعال در قرآن احکام را آورده، در مورد ایمانشان شما چی گمان داره؟ در مورد آخرتشان شما چی گمان داره؟ وقتی که مالش تقسیمات شده که یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، بالاخص موضوع میراث خیلی واضح تشریح شده و بیان شده، در مورد ایمانش گمان ما شما چی خواهد بود؟ ولی آن اندازه که ما متوجه اموالش هست متوجه ایمانش نیست. بخاری یک حدیث روایت میکنه: کل مولود یولد على فطره فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه. هر مولود و هر طفل و هر طفلی که پیدا و تولد میشه ایمان فطری در او هست، فطرتن خوب هست و متعلق به پدر و مادرش است که پدر و مادرش کدام قسم هستند. اگر یهودی باشه ایم یهودی میشه، اگر مجوسی باشه ایم مجوسی میشه، اگر نصرانی باشه ایم نصرانی میشه. او سایه پدر را میبینه، خود پدر را میبینه، اعمال و گفتار و کردار پدر را میبینه، مسجد رفتن پدر را میبینه، معاملات پدر را میبینه، تجارت پدر را میبینه، خدا ترسی پدر را میبینه. او متوجه اعمال تو هست که تو چی میکنه. گاهی اوقات فرزندان متهم نیستن، پدران متهم هستن، پدران مجرم میشن. ورنه از پدرای خوب فرزندای خوب به وجود میه، فرزندای با برنامه به وجود میه، از مادر با حجاب دخترهای با حجاب به وجود میه. الا ماشاءالله اگر یک جایی یک قسم دیگه باشه، پدر یک کسی دیگه باشه، پدر نوح باشه و فرزندش کنعان باشه. از گاهی اوقات میشه دیگه، استثناءات هست. میبینی که جوان یک جایی میرقصه، پدرش خیر است، مشکل نداره، مست است جوان، خود را مسخره میکنه، شیطان را بالای خود میخندانه، مشکل نداره، برو، هیچ پروا نداره. نماز نمیخونه، هیچ، پدرش پیشانیشم توش نمیشه، پروا نداره. خیر است یک زمان میفهمه، آ 40 ساله شد باید بفهمه. چرا با متوجه نانش هستیم که متوجه نان و خوراکش هستیم، گرسنه نمانه، اما ایمان چرا میقدر ارزشمند برای ایمان است که ایمانش باید تقویه شه و خودش باید تقویه شه و خودش باید دیندار باشه. اکثریت اوقات پدرها پریشان میباشه به خاطر فرزندشان است. خودت خود را سرگردان کردی. اگر او تربیه دینی و دیندار باشه چرا تو را اذیت کنه؟
اگر او دیندار باشه باعث افتخار خودت هست، خودت با او راحت هستی، خودت ترس نداری از گام برداشتنش، از قدم گذاشتنش تو ترس نداری، میفهمی که ما برای او قدم زدن را یاد دادیم، برای او را رفتن را یاد دادیم، برای او خوردن و نوشیدن را یاد دادیم، با او معاملات را یاد دادیم، برای او همسرداری و مسائل زناشویی را یاد دادیم، او اشتباه نمی کنه. ما از جسم و شکمشان حفاظت می کنیم ولی از عقیده و فکرش حفاظت نمی کنیم. در روز قیامت حدیث ترمیزی روایت کرده، از پدرها پرسان میشه، از مادرها پرسان میشه که امانتی که به تو سپرده شد، مفهوم حدیث به این قسم است، آیا نجاتش دادی یا تبایش کردی؟ از سوال میشه. این امانتی هست که خدا به تو داده، خیلی بالایش افتخار میکنه، بالای چهرهش خیلی افتخار میکنه، پسر دختر من خیلی زیبا هست، ایمانش به چه قسم است؟ فکر و برنامه‌اش به چه قسم است؟ تعلیم و تعلمش چه قسم است؟ تربیتش چه قسم است؟ تربیت روحی و معنویش آیا از خدا میترسه؟ پس دومین سبب انحراف یک جوان، انحراف والدین است، غفلت والدین است. والدین برش برنامه نداره، صدای مرا خیلی از پدرها شاید بشنوه، به هزارها تن شاید بشنوه، متوجه فرزندایتان باشه، اونها را رها نکنن. ما خود خیلی رنج میبرم که یک پدر از وضعیت کشور بناله و متوجه فرزندای خود نباشه. تو وضعیت کشور را خراب کردی. با استثناء پدرهای خوب، پدرهای مشفق، پدرهای مهربان، اونها استثناء هستن، ولی پدرهای خائن هم وجود دارد. تو خائن تربیه میکنی، تو رشوت خور تربیه میکنی، تو دین ستیز تربیه میکنی، تو ملحد تربیه میکنی، تو هستی. متوجه این بود که خیلی چاق شوه، لباسهای خوب بپوش، اما متوجه ایمانو، متوجه تلاوتش، متوجه قرآن خواندنش، متوجه فکرش هیچ نبودی که چی میخوره، چی مینوشه، کجا میگرده. حال جوانهای تو فکر نکنه که پشت مکامره ها رو نصب نکن. نه خیر، پدرها خود را کمره نسازن باز. در این صورت شما کار کنین، برنامه برای فرزندایتان داشته باشین، اما حیثیت یک کمره امنیتی نه که هر وقت در ترس و حراس باشه که هر لحظه پدران است. نه از خودت نترسانش، از خدا بترسان. وقتی که از خدا ترساندش، من گاهی اوقات یک جمله معترضه میگم در بین سخنها، گاهی اوقات بعضی ملحدین هم سخنرانی رو گوش میکنن، از خدا میگه باید بترسیم. ترس از خدا با ترس از یک مخلوق فرق داره. از خدا که بترسیم، خدا در قلب ما محبوب میشه. از یک مخلوق اگر بترسیم، در قلب ما منفور میشه. او شخص ترس از خدا با ترس از یک افتادن از یک ارتفاع فرق داره. از خدا که بترسی، به سوی خدا فرار میکنی. از مخلوق اگر بترسی، از اونها فرار میکنی، دیگه طرف فرار میکنی. فرزندای خود رو بگیم که از خدا بترسین، از استاد نترسین، از رفیقتون نترسین، از دشمن نترسین. از خدا اگر ترسیدن، دیگه باز دشمنم از شما حراس میداشته باشه، یک نوع روب و هیبت میباشه برای دشمن. سیومین سبب انحراف یک جوان، اوقات فراغتشان مدیریت نمیشه. در جمعه گذشته صحبت کردیم در مورد ارزش و اهمیت وقت. جوان عزیز و گرامی، برادر، خود را مصروف یک کار کو، ورنه شیطان برات یک کار پیدا میکنه. خود را مصروف یک دکانداری بکو، در غیر صورت باز شیطان و شیاطین انسی و جنی برات دکان باز میکنه. خود را مصروف حق بکو، در غیر صورت باز شیطان مصروف باطل میسازد. یا اوقاتت مدیریت کو، برنامه ناتکمیل گذشته ها را تکمیل بکو، از سلف صالح را تکمیل بکو. عمر مختار را که به پایه دار بردن، گفت چی پیام داری به نسل آینده؟ عمر مختار را خود میشناسم، در مقابل ایتالیایی ها خیلی جنگیده، تمام عمرش به جهاد و مبارزه سپری شده. گفت چی پیام داری؟ گفت خیلی کوشش کردیم که تو رو به دست بریم، بالاخره به دست ما افتاده. گفت تشویش نکنه، خوشحال نباشین، خنده ایتون را به گریه تبدیل خواهد کرد نسل آینده. این برنامه های ناتکمیل مرا نسل آینده تکمیل خواهد کرد.
آیا در حال تکمیل شدن هست؟ فکر نکنم که عده ما هم در مورد عمر مختار کدام یک صفحه کتاب را مطالعه کرده باشیم. فکر نکنم. بین اوقات فراغت خود مدیریت کنیم، برنامه ها را تکمیل بسازیم. این امت، امت کار هست، امت عمل هست، امت برنامه ریزی هست، امت بیکاری نیست، امت بیمسئولیتی نیست، امت بیکفایتی نیست. باید هر لحظه ما در یک کار باشیم. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه میفرماید، از جمله اصحاب جلیل القدر رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم است، میگه سخت اندوهگین میشم که یک کس را میبینم که نه در کار دنیا مصروف است و نه در کار آخرت مصروف است. سخت اندوهگین میشم. لااقل اگر دینداری نمیتونیم، دینداری بکنیم. اگر کار دین را پیش بردن نمیتونیم، کار دنیا را خوب پیش ببریم. در تجارت خوب مصروف بشیم که فقر فقیر نشویم، فقر دامنگیری ما نشوه، وضعیت اقتصادی ما خراب نشوه، به خاطری که زیربنا و تهداب تأسیس یک جامعه اسلامی اقتصاد اسلامی هست. کاد الفقر ان یکون کفرا، نزدیک است که فقر انسان ها را به کفر بکشانه. گاهی اوقات فقر باعث میشه که ما بی ایمان میشیم، برنامه نمی داشته باشیم. اسلام انسان های بیکار را کار نداره. امام غزالی رحمه الله می فرماید، میگه اسلام ما، دین ما دینی هست که ساختن مسجد و یک کارخانه در اجر پاداش یکی هست، یکی میشمارش. ولی ما 5 دقیقه برای ما اهمیت نداره. 5 دقیقه میگم برو 5 دقیقه چی هست؟ در مسجد داخل میشه، برو 5 دقیقه مینشون. نخیر، 5 دقیقه 2 صفحه قرآن تلاوت میشه، در 5 دقیقه 50 دفعه استغفار گفته میشه. حالا تو شاید بگی که 5 دقیقه چی خواد بود؟ ارزش 5 دقیقه را از یک کسی پرسان بکو که پرواز داشته، پروازش حرکت کرده، هواپیما ازش رفته، ناوقت به میدان هوایی رسیده، از او پرسان کو چقدر اهمیت داره، چند دلار برات تمام شد. 5 دقیقه ناوقته، 5 دقیقه ناوقت رفته بود. میبینی که اگر 5 دقیقه مدیریت شد، ما هم با برنامه میشه، ولی 5 دقیقه مدیریت نمیشه. کار کنه، برای خود برنامه بریزیم، از کار کردن نشرمید. از این که کدام بار سنگین جوالگری میکنن، در پشتان بار سنگین باشه، از این نشرمید. مردانه کار بکنن، قوی باشن. تو که اقتصادت قوی نباشه نمیتونه که حتی دعوت بکنه، اقتصادت قوی نباشه نمیتونه که در بین مردم سرفراز و سربلند بگردی. این کمره و این مایک و این مسجد و این فرش تمامش پول کار داره. این با پول میشه، نمیشه که ما بدون پول حتی خدا را عبادت بکنه. این اوقات مدیریت بکن، بی برنامه نباش. بالاخص کسایی که در این جلسه حضور دارن، شما اهل بی برنامگی نیستن. تک تک ما که در اینجا هستیم باید برنامه داشته باشیم، یا برای خود، یا برای خانواده، یا برای امت، یا برای یک انسان، یا برای یک فرد لااقل. بیکاری خوب نیست. قدر جوانیتان را بدانید، قدر فراغتتان را بدانید. بس فردا اشک حسرت به درد نمیخورد، بس فردا اشک پریشانی به درد نمیخورد. حال هم سر وقت است، حال هم خیلی فرصت باقی است. هنوز نفس میکشی، هنوز میشنوی، هنوز میبینی، تمام وسایل فعال هست، تمام اندام هایت فعال هست. یا اوقات فراغتت مدیریت نکن. اگر مدیریت نشوه، باز باطل مدیریتش میکنه. و مدیریتش کرده خیلی خوب. حالا که رکشا هم عقب میره، یک موسیقی داخلش هست، او ملاحظت مدیریت کرده. متوجه شده این؟ گاهی اوقات که عقب میره، همون مدیریت شدگی است. هیچ جای را بی برنامه نگذاشته. جایی که تماس میگیری، یک موسیقی در مول اعظم سرت میشنوه، همول اعظم 5 ثانیه 10 ثانیه تلفن رو همول اعظم تو مدیریت کرده، 5 ثانیه ایت مدیریت کرده. دشمن بفرمایید آجیسه، یک کمی کوتاه بگه این آجیسه.
انمی هست دست باب انحراف باز میایم سرش میایم سرش انشاءالله الله تعالی شما راضی باشه. چهارم سبب انحراف ارتباط با دوستای منحرف. عجله نکنید دکانا بند باشه یک پنج دقیقه وری خیر است ناخت بره امروز یه دکانداری داره. چهارم سبب انحراف ما ارتباط با دوستای منحرف است. پدرهای گرامی و مادرهای ارجمند صدای ما رو شاید بشنوند، متوجه باشین که یک دوست منحرف برای فرزندتون دکان باز نکنه، دقیق باشین. شما قبل از باید دکانداری برش فعال کنن. گاهی اوقات یک جوان که منحرف میشه از آدرس دوست خود منحرف میشه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای مؤمنان از خدا بترسین. چی قسم بترسیم از خدا؟ و کونوا مع الصادقین، با انسان های صادق باشن که شما با تقوا شوید، معیتتان با اینها باشه. شما داستان اعراف را، اصحاب اعراف را در ونادى اصحاب الاعراف در سوره اعراف شنیدین، و اذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. و کسایی که اصحاب اعراف هستند در بین بهشت و جهنم قرار دارند، وقتی که طرف بهشتی ها میبینند میگه سلام علیکم، سلام باش بر شما. وقتی که طرف جهنمی ها میبینند ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، ای پروردگارا ما را معیت ما را با قوم ظالم نگردان، که این با اینها همگام نباشیم، همراه نباشیم. میبینی که معیت تو را هم ظالم میسازه. از دوستای منحرف دور باش. از دوستایی که به مواد مخدر مبتلا هستند دور باشیم. عده‌ای از جوانهای ما به این مرض مبتلا شدند توسط دوستای منحرف. هیچ دوستی پیدا نمیتونن الا ماشاءالله که از آدرس یک دوست دیگه به مواد مخدر مبتلا شده، به چرس و هیروین و تریاک مبتلا شده. برن جستجو بکنن، میگه بگه از یک سیگرت آغاز میکنه، یک سیگرت هیچ مشکل نداره، یک نسوار. از دوستای منحرف شروع شده. یه دوستت برای تو گفته، ورنه توی فکر را نداشته، ورنه دود را که استشمام میکنه. این دوست خوب حیثیت یک زینه برقی را داره، دوست خوب و بد. وقتی که با همراهش باشی، اگر به طرف بالا دوست خوب باشه تو طرف بالا حرکت میده، اگر بد باشه پایین میاد، بالاخره شاید پایین بیندازد. متوجه دوستا باشین، از زندگیتون منفیش کنن، حذفش کنن، ورنه منفیتون میکنه از جامعه اسلامی، ورنه دورتون میسازه، از همه چیزها دورتون میسازه. سنایی سب میگه که بابادان کم نشین که هم صحبت بد، گرچه پاک تو را پلید کند. آفتاب بر آن بزرگی را پارچه ابر ناپدید کند. اگر آفتاب برای مانند آفتاب هم درخشش داشته باشه، توسط یک پارچه ابر کوچک هم باز تو را ناپدید میسازد. حرارتت را، روشناییت را، تمامش را ناپدید. اگر چه درخشش نمیقدر قوی باشه، نگذار ابرها و ای تو ابرها تو را از درخشش دور بداره. سه فرد اگر در زندگیتان صالح شد، شما صالح میشن. استاد، پدر، دوست. استادتان اگر صالح بود، شما هم صالح هستن. استادتان اگر مصلح بود، شما هم مصلح میشن. پدرتان اگر صالح و مصلح بود، شما هم صالح و مصلح میشن. دوستتان اگر صالح و مصلح بود، شما هم صالح و مصلح میشن. المرء على دین خلیله. یک مرد و یک شخص بر دین رفیق خود هست. هر دین و هر برنامه‌ای که او داشته باشه، یه هم داره. دیگه از اسباب انحراف که به سوال حاجی سب میاییم، خواندن مجلات انحرافی، صفحات انترنتی، تلویزیون، شب نشینی های بیجا از اسباب انحراف است. این موبایل خیلی کوچک است، خیلی وزن کم داره، اما خیلی خانواده های سنگین را به سقوط مواجه کرده. امین موبایل، توسط امین موبایل قتل ها در خانواده ها صورت گرفته، توسط امین موبایل دختر فراری هاش صورت گرفته، توسط امین موبایل جوان ها دختر و پسر فریب خوردن. این مدیریت کرده. دمی هم فیسبوک کار کرده میتونه، خیلی خورده است. دمی هم میمرکارت انداخته میشه. من نمیگم که شما از استفاده نکنید، میشه آلای هدایت یک انسان باشه. امی
شاید دیروز به یک کسی زنگ زده باشه که فردا یک جای منبر بیداری درس است توسط همین موبایل شده. او متعلق به تو هست. متوجه باش که در این موبایل چیز کار میکنه، در صفحات اینترنت چیز میگردی، این ناخونا ثبتش میکنه. شما جایی که میرین انگشتتون رو میگیره. گپ عادی نیست. لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرين على ان نسوي بنانه. در روز قیامت میگه ما توانایی از زیر داریم که سرهای ناخون شما را، این ناخون های شما را هم یارو با هم یک جا بسازیم. هیچ انسانی این انگشت هایشان این ساعه با هم از هیچ انسانی با دیگه انسان یک رنگ نیست، یک قسم نیست، خطایش یک قسم نیست. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم. ده او روز زبان ها حرف نمیزنه، دست حرف میزنه که چی کردی. شما شاید در ذهنتون خطور بکنه خیلی دست چه قسم حرف میزنه. من شما سوال میکنم خیلی دن چه قسم حرف میزنه؟ خیلی هم گوشت است، هم گوشت است. نگو که نمیشه. او خدایی که از توی سوال را میکنه و توانای فکر شاید بکنه که خدای توانایی شاید نداشته باشه. برو به شبکه، برو که سیم کارت رو من 5 سال قبل گرفتم، 5 سال قبل تاریخچه ایت رو میکشه که چند ساعت با کی در کجا گپ زدی. وقتی که مخلوق این توانایی رو داشته باشه خالقش نداره. من از شما خواهش دارم، این بارها خواهش کردم، همه امروز از موبایلتون چیزی که شما را منحرف میکنه، چیزی که مخالف خدا، مخالف برنامه خداست، امروز حذفش کن. چی به دردت خورده؟ از همین صفحات اینترنت عشقهای مجازی شروع شده. از همین صفحات اینترنت ما واتساپ خود، در واتساپ خود شاید در 24 ساعت بیش از 400 الی 410 یا 380 پیام را جواب بدم. در 24 ساعت اکثریتش دوستت دارم است. تمامش همی گپ های فریبینده. عزیزم امیجه من شگرفته. چی شد؟ حالا مرا گفت من تو رو خیلی دوست دارم. به خدا دروغ هست. قسم برتون میخورم دروغ هست، جنایت هست، خیانت هست، فریب هست. نه فریب آرایش را بخورن از دخترها را و نه فریب جوانهای دروغگو را بخورن. کلش دروغ هست. این با صراحت کامل من کسی خفه میشه خوشحال میشه. عشقهای امروزی که فعلا جریان داره زیر نام عشق و زیر محبت کنان است، تمامش دروغ، تمامش خیانت، تمامش بی‌آبرویی، دیگه چیز در پای نداره. تو اسلام برنامه برات تعیین کرده، برو ازدواج بکن. نه خواهر یک کس را مد نظر می داشته باشیم گاه اوقات، نه برادر یک کس را مد نظر داشته می باشیم، منحرف میشیم توسط یک موبایل هست. ولی مرا گفت من خیلی دوستت دارم. یک روز کسی برام زنگ زد، یک جوان مده، یک جای در کمپیوتر فروشی بودم، به خاطر برنامه های کمپیوتر ما خریداری میکردیم. برام زنگ زد گفت قاری سه بزودترین فرصت اگر در داد من نرسه من خودکشی میکنم. گفتم چی کرده؟ دوست دختر من رها کرده. به به خیلی کوچک است به خدا. به خاطر یک دختر، به خاطر یک پسر درس نمیخونه. تو اگر متعهد باشی، تو اگر با برنامه باشی، بس خیلی خریدار می داشته باشه، چی پسر باشه چی دختر. انسان‌های بی برنامه خریدار نداره. من خودکشی میکنم. من گفتم یک کمی صبر کن، دو دقیقه بعد باز زنگ زود بیه. که رفتم یک جای سر کارتونه افتاده، سرش پیشانیش سر دستش، خوابش بوده، هیچ بیدار نمیشه. از آدرس یک موبایل. فریب نخورید. من همین روز براتون میگم اگر پسر هست یا دختر هست، تمامش را در بلاک لیست اضافه کنید. تمامش، هیچ به درد نمیخوره. اگر کسی به دردش خورده، بگه که بر من فلان جا به درد خورده و به یادتون هم باشه 98% یا 99% ایتو ارتباطات به ازدواج نمیرسه. دلتون جمع باشه. 99 یا 98% حتی 99.5% ایتو ارتباطات به پاکی نمیرسه. جز ذلت، جز خاری، جز بی‌آبرویی دیگه چیز در پای نداره. اسماعیل زویمیر یکی از دعوتگرای مسیحی است. برای مسیحی ها میگفت، برای یهودی ها میگفت که شما بالای مسلمان ها از بمب اتم استفاده نکنه، مصرف نکنه چیزا را. فقط یک بوتل شراب و یک دختر برهنه کفایتشون میکنه. فقط دو چیز تمام امت اسلامی را کفایت میکنه. و امروز سقوط ما زمین آدرس است. بازم براتون میگم، او که میگه دوست دارم دروغ میگه.
کسی که دوستت داشته باشه، پسر دختر باشه، اولین وهله در اولین بار قصد ازدواج می باشه. نه مال وقت ندارم، خیلی سک چند وقت باشه و فلان، نه کلش دروغ است. فریب صفحات اینترنتی رو نخورید. فریب عزیزها رو نخورید. فریب دوستت دارم ها رو نخورید. جان ها والله قسم منحرفتان می سازه. نمیتونیم با وسایل نامشروع به اهداف مشروعی خود ما برسیم. هیچگاه نمیشه که هدف وسیله نامشروع تو به هدف مشروع برسه. هیچ امکان نداره. تو از آدرس ناپاک به آدرس پاک ازدواج برسی. استعمار فرهنگی ما رو به می جای کشانده، استعمار فکری ما رو به می جای کشانده. از درون مانند مرچه خورده روان است. بالاخره یک روز سقف سقوط میکنه. در جستجوی کتاب‌های غربی‌ها هستیم. بخوانید، مطالعه بکنید به اندازه بعد. در صورتی که خودت از فکر اسلامی برخوردار باش، بخون کتاب‌های هر کس بخون. ولی یک دفعه متوجه باش که نویسنده ایش کیه. چی گفته؟ ولی جوان‌ها امروز پشت چی می‌گردن؟ پشت یک کتاب هستن به طور مثال راز پولدار شدن. صد راز موفقیت. چگونه آرام شوم؟ راه های خوشبختی. او برادر، خواهر، قرآن بخون که خوشبخت شوی. با دین سر و کار داشته باش که خوشبخت شوی. ما جوان ما بجای از اینکه در اینترنت زندگی نامه ابوبکر و عمر و عثمان و علی و سعد و سعید و طلحه و زبیر و زینب و فاطمه و ام کلثوم را جستجو بکنه، میگرده که بیل گیتس چه قسم زندگی کرده. شرکت آمازون چقدر سرمایه داره؟ اپل سرمایهش چقدر هست؟ سرمایه دارترین فرد جهان بیل گیتس این مایکروسافت را بخش تجارتی چه قسم رشد رسانده که به امروز به این حد رسیده؟ زندگانامه عبدالرحمن بن عوف بخواد، میلیونر زمان خود. از عثمان را بخوان، تقویه کننده غزوه تبوک. رسول الله برش میگه ای عثمان، یا بین جمع از صحابه میگه که عثمان عزیب بعد هر کار که انجام بده در توانش نیست. عثمان فی الجنه، عثمان در بهشت است. چشم چرانی ها از همین صفحات اینترنت شروع میشه. تمامش از همین آدرس هست. این چیزا را یا مدیریت کنی یا ترکش کنی. من خیلی بارمند به این هستم، اگر فیسبوک به دردتون نمیخوره حذفش کنن. از همزو اپلیکیشنش انستال کنن. انستال نه انستال، از بینش ببره. به درد نمیخوره. اگر استفاده میکنن، من یک روز یک جای برنامه داشتم، در یک عروسی سخنرانی داشتم در کابل بود، از برادرای روضه‌ای ما بود، در کابل برنامه بود. در خود عروسی 400 نفر اشتراک کرده بود، 1500 نفر مرو لایف میدید. اگر این تو استفاده بشه هیچ مشکل نداره. در غیر صورت اگر امی تو استفاده نمیشه، فقط در جستجوی عزیزی که بالا برو پایین برو. اما رو گاهی اوقات خیر است به جایش یک دو صفحه کتاب، یک دو دقیقه طرف برو. خیر است کتاب مطالعه کنی 5 دقیقه به جایش. از این فیسبوک، از این تویتر و اینستاگرام و تلگرام چی به درد خورد؟ چی دردت دوا کرد؟ دیگه از اسباب انحراف جهل نسبت به دین خدا هست. دین خدا رو خوب نمیفهمه. جهل نسبت به دین خدا و بدگمانی نسبت به دین خدا، این اسباب انحراف جوان ها هست. ما میخواهیم با جهل خود سعادت و سیادت دنیا رو به دست بیاریم. هیچگاه نمیشه که با جهل، با نادانی، با نخواندن ما هم به سیادت برسیم هم به سعادت برسیم. هیچگاه امکان نداره. میگه دین عقب مانده هست، اسلام عقب مانده هست، در حالی که اولین کلمهش که برات میگه اقرا. چی میگه؟ بخوان. بدگمان شدیم نسبت به دین. میگه دین تو رو به عقب ماندگی میکشونه. در قرآن آمده که سارعوا مسارعت بکنن، عقب ماندگی است. سابقوا مسابقه بکنن، عقب ماندگی است. فمشو قدم بزنن، عقب ماندگی است. و انزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، ما آهن را بر شما پایین کردیم، به وجود آوردیم. فيه منافع للناس، به این منفعت هست، یقین ماندگی است. دید ما عقب مانده، نه اسلام. ما از دنیا عقب نمانده، ما از اسلام عقب مانده.
موفقیت با جهل حاصل نمیشه. پولدار شدن با جهل نمیشه. به خوشبختی رسیدن با جهل نمیشه. با بدگمانی نسبت به اسلام نمیشه. خیلی انسان افسوس میکنه که امروز از بعض جوانها سوالهایشان با سوالهای یک ملحد برابر شده. اما سوالهایی که ملحد میپرسه امروز یک طبقه از جوانها میپرسه. من یک کتاب را برتان پیشنهاد میکنم، فراموشتان نشم رایتان نوت بگیرین کتاب را. اگر بعضی سوالات در ذهنتان هست در مورد اسلام، در مورد پیامبرا، در مورد آخرت، در مورد قبر، در مورد تقدیر، کتاب الحاد نوین با اطلاق رنگین را حتما بخونید. الحاد نوین با اطلاق رنگین. و یک کتاب دیگه به نام رد شبهات پیرامون اسلام، یک کتاب دیگه به نام سفر عقل، و یک کتاب دیگه به نام زن و شبهات. این کتاب وجود داره. این کتاب ها را حتما بخونید، سوال هایتان حل میشه. متاسفانه که امروز یک عده از جوان های ما زیر نظریه داروین و بگبین و نیچه قرار گرفته. ما زیر نظریه ها باید قرار نگیریم. اسلام ما را به علم، به پیشرفت، به ترقی، به سرفرازی دعوت میکنه. هدف ما این است که همه ما ملا و مفتی شویم. اسلام انجینیر مؤمن هم کار داره، دکتر مؤمن هم کار داره، یک کامپیوتر ساینس خان دیندار هم کار داره. این سرک ها که به زودترین فرصت تخریب میشه، کدام جای اگر سرک را دین که مدت یک سال دوام نکرد انجینیرش مؤمن نبوده. با استثنای انجینیرهای خوب و دکترهای خوب و علما و مفتسبای و استادای خوب، و استثناء هست سر جایش. و آخرین سبب انحراف جوان ها غفلت. هیچ بیدار نمیشیم، کشته میشیم بیدار نمیشیم، سر دین ما حمله میشه بیدار نمیشیم، در فساد اول نمره میشیم بیدار نمیشیم، غمگین ترین کشور شناخته میشیم بیدار نمیشیم، ذلیل میشیم بیدار نمیشیم، برنامه برای ما کسی دیگه میریزه بیدار نمیشه. فقط در جستجوی تخریب هست. تخریب کنیم فلان نفر را، فلان نفر از پایش بزنیم، فلان نفر از ریشه بکنیم، فلان نفر از پشتش گپ بزنیم، دیگه برنامه نداره. برای خود برنامه بساز. غفلت را ترک کن. ای که من تو را میگم هدفم خودم است. ما بیشتر روی ماده و معده تمرکز داریم. ماده و معده جسم ما چه قسم میشه؟ تمرکز ما بیشتر از زیر ناف است. چی وقت ازدواج؟ درست است ازدواج بکن. اشخاص و افرادی که از ناف پایینتر همیشه در این فکر هستن، اونها در تحت و بی برنامگی قرار میگرن. کسایی که از او بالاتر فکر میکنن بالا هستن. غفلت نکنه. یک روز پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله بالای قبر استاد شد. اشک پیامبر جاری شد. گفت یا اخوانی لمثل هذا فاعدو. برای این روز آمادگی بگیره. ایچ به فکر ما تیر نمیشه که مرگ فرا میرسه. با او اندازه غفلت ما را فرا گرفته. گپای ما تمام شد. ما و یک جمعی از دوستا، من نه، ما که گفتم اشتباه شد، جمعی از دوستا یک مسابقه را برای انداختن به نام سابقه فقه احناف و شناخت امام ابو حنیفه رحمه الله، که در روز دوشنبه ثبت نام شروع میشه. تاریخ 24 قوس الی 5 جدی ثبت نام شروع میشه. خرد و بزرگ، خواهر و برادر در این مسابقه اشتراک بکنن. محل ثبت نامش امیج است. روز ثبت نام روز دوشنبه. بین که کمی بخونیم، کمی کتاب بخونیم، توسط فقه احناف دینداری خود را یاد بگیریم، توسط شناخت امام ابو حنیفه رحمه الله روش و کارکرد و فقاهت و صداقت و اخلاص و سخاوتش را یاد بگیریم. بی برنامه نباشه، ورنه باز برنامه برای ما برنامه میسازه. یک سوال را همیشه باید که در ذهن جوانا خطور میکنه که باید پاسخ بدم. پیشتر یک از رفقا هم یادآوری کردم. دیروز الحمدلله می لوحه ها در بازار نصب شد، شاید دیده باشید، مسابقه بزرگ فقه احناف و شناخت امام حنیفه رحمه الله.
گاهی اوقات بعضی کسا سوال ایجاد میکنه که از کجا حمایه میشه. اون روز یک نفر گفته بود که نصرت مکمل از غرب حمایه میشه، در حالی که سخت دشمن غرب و غرب پرستو هست. و به نام های دیگه ایره میفهم چرا ایتو میگن؟ به خاطر کسی قوی شد او انسان های ضعیف تحمل نمیتونه. فهمیدین این گپره؟ نصرت از غرب حمایه میشه. آیا برنامه ای که فعلا جریان داره که من پیشتر تا به حال گپ زده رایستم ایره غرب حمایه میکنه؟ این متعلق به یک گروه هست که یک گروه شما برای نفع یک گروه چی نفع داره جز سر خوردن؟ نهایت سر خود دادیم به ایران یعنی چی؟ و ما را این چیزا غمگین نمی سازه هیچ گاهی. بیشتر یک از دوستای دوری کردم یک گپر یک از رفقا، غمگین نباشن، با قوت کار کنن، با برنامه باشن، به خاطر خدا کار کنن، از این هرزه و پرزه ایشان ایش تشویش نداشته باشن. در زمان پیامبر ابو جهل وجود داره، ابو لهب وجود داره، امیه بن خلف وجود داره، تشویش نکنید. گفتم که قوی شده انسان های ضعیف نمیگذارتون، او ضعیف ها تحملتون نداره. و یک چیز رو براتون بگویم ایرم که سوال از ذهن ها پاک شوه، میگه نصرت وهابی است. اگر چیز ضرورت نیست که پارما بزنم، پخته حنفیستم اما متعصب نه، پخته حنفی در مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله. الحمدلله شکرم میکشون. و کسایی که در مقابل ایتو مردم و سلف صالح سنگر میگیرند و اونها رو توهین میکنند، فهمشان و دانششان نسبت به بزرگا کم و کم بود هست. پس خواهش من است از دوستا و از برادرای گرامی که بدگمانی ها را از ذهن پاک کنند، با برنامه باشیم. هر زمانی که ذهن ما با یک گفتگو مصروف باشه که فلان چه کرد، همیشه انسان های قوی در جامعه بدنام میشن. فلان همیشه قوی. و کسی که کار نمیکنه، کسی که برنامه داره، اوش برنامه خیلی خوب آدم است. الله متعال از شما راضی باشه. از حوصله مندیتون تشکر، از آمدنتون تشکر. این برنامه هر پنجشنبه جریان داره. همینجا درس آغاز شده. من یک سنف ویژه خودم، سنف ویژه خودم شروع میشه، باز دوستا پرسان میکنه. روز دوشنبه از ساعت 7 الا 8 ویژه بزرگ ساله هست. ویژه بزرگ ساله از جوان ها از سن 20 آغاز تا به سن 70-80 هیچ مشکل نداره. سه مضمون داریم، یکی قرآن کریم هست، یکی عقاید هست و یکی فقه هست. در برنامه اشتراک بکنم. الله متعال شما راضی باشه. اگر حق گفته باشم از جانب الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده، اگر ناحق گفته باشم سهم شیطان بوده، در حق کس ان شاء الله خفه نمیشه. در ناحق کدام گپ خلاف مطلوب و خلاف جلسه گفته شده باشه، ما رو به بزرگواریتون عفو کنه. ما دوستتون داریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.